تفریح و سیاحت در دل سبز طبیعت و کوههای سر به فلک کشیده در آسمانهای سر پل که جذابیت این طبیعت زیبا پای صدها بیننده و گردشگر را به رخ این مغاره‌های سنگی و مسجد تاریخی کشانده است. مسجدی که در دل سنگ حفر گردیده روایتگر تاریخ اسلام بوده، اما به گونه دقیق روشن نیست که به چه زمانی برمی گردد. این مسجد قدامتش هیچ کس نمی فهمد که به کدام وقت جور شده، ولی توسط دست کنده شده مسجد خودش به نام مسجد خوجه خضر یاد میشه. اما در جای دیگر این کوها مغاره های ظریف به گونه طبقه‌ای به روایت باشندگان این روستا تعداد بیشترین مغاره ها بکر و دست نخورده باقی مانده. اینا توسط دست کنده شده، یعنی که خود ما شما مشاهده میکنیم دست کنده شده است. شاید در اون زمان ها ماشینالات چیزا نباشه دیگه، دستی کنده شده. اینا به نظر من از اینا چیزایی که باقی مانده، به باقی ماندگیشون فکر میکنیم که حتما اینا را اسلام جور کردن. با این حال شماری از گردشگران از طبیعت و جاهای تاریخی این دره سخن گفته، تاکید دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور توجه خاص بر داشته های فرهنگی و تاریخی این ولایت نمایند. بسیار آرامی است، امنیت برقرار است. ما به خاطر همین نعمت پروردگار امنیت دیده در هر صحه میریم، چکر زدیم، ما اینجا اومدیم. ایرم به نام دره شیرابا یاد میکردن، اومدیم از این منطقه دیدن کردیم. این منطقه بسیار قدامات تاریخی داره، بسیار باستانی است. از این منطقه ما خواستیم که دیدن کنیم. منظره های زیبا داشتن، آخر دیگه دره زیبا، دره تاریخی. و از کل دوستایی که ما را بیننده است، ما تقاضا میکنیم که یک بار به خاطر سیاحت به دره زیبای شیرابه بیان. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل جهت حفظ و نگهداشت آثارهای تاریخی می افزاید که اداره اطلاعات و فرهنگ همیشه تلاش دارد آبدات تاریخی را حفظ و نگهداری نماید. الحمدلله او مجدیر شتوجو ورته کړیده شتاغو به حفاظت و نگهداری کیږي، او هغه ته به سیلانیان راځي، او د دې به انشاءالله موږ ترمیم هم کوو. گفتنی است که ولایت سرپل یکی از ولایت‌های کوهستانی و سرسبز بوده که سالانه هزارها گردشگر از جاهای دور و نزدیک از جاذبه‌های طبیعی این ولایت بازدید می‌نمایند.